اول یوحنا فصل دوم. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناه شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح که عادل است، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا. فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم. و اگر کسی بگوید که او را میشناسد ولی مطابق احکام او عمل نمیکند، دروغگو و از حقیقت دور است. اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی میکند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این را میتوانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی میکنیم. هر کی بگوید که در خدا زندگی میکند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. ای عزیزان، امری که به شما می نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی، یعنی همان است که شما از ابتدا داشته اید و این همان پیام است که از اول شنیده اید. در هر حال امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن هم در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا ظلمت در گذر و نور حقیقی در حال درخشیدن است. اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر خود نفرت داشته باشد در ظلمت است، در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم زیرا که بر شیطان پیروز شده اید. ای کودکان، به شما نوشتم زیرا شما پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشتم زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. به دنیا و آن چی با آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آن چی به دنیا تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت. اما هر کی اراده خدا را به جا آورد تا به ابد زیست خواهد کرد. ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنان که شما شنیدید که دجال در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا میبینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شدن زیادن و از این رو میفهمیم که ساعت آخر نزدیک است. این دشمنان مسیح از بین ما رفتن. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتن. اگر متعلق به ما میبودن میموندن، اما رفتن تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همه شما حقیقت را می دانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. پس آن دروغوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی مسیح نیست، این شخص دجال است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. هر که پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است، و هر که پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است. بگذارید تأثیر پیام را که از اول شنیدید در دلای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید بود و وعده عیسی مسیح این است که او زندگی ابدی را به شما می بخشد. من این چیزها را درباره اشخاصی که
میخوان شما را گمراه سازن نوشتم، و اما شما نیاز ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسیح روح القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او برحق است و در آن ناراستی نیست، پس همان طور که روح به شما تعلیم می دهد در مسیح بمانید. در خلاصه ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. اگر درک کرده اید که مسیح عادل است، باید این حقیقت را نیز بدانید که هر کی عدالت را به جا آورد فرزند خدا شده است.